الو اپا، درود بر سروران گرامی، دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و ممنون از لجنه محترمه که علاقه خودشون رو به این موضوع نشون دادن. من خودم در کنفرانس ها با موضوعاتی خیلی آشنا شدم. این هم یکی از موضوعاتی هست که شاید خیلی در این کنفرانس ها صحبت نشده در موردش. در این قسمت در واقع گزارش و یا جمع‌آوری هست از نقش زن در رابطه با موسیقی ایران که خود به خود یادآوری از بانوان موسیقی ایرانمون خواهد شد و اگر هم با اونها آشنا نیستیم باشون آشنا خواهیم شد. این مطالب از کتاب‌های تاریخ موسیقی ایران و مجلات موسیقی ایران گرفته شده و همینطور از بانوان هنرمند ساکن ایران که از طریق تلفن و ایمیل در تماس بودن باشون و این عزیزان اطلاعاتی رو در اختیار من گذاشتن و که از یاری و لطفشون بسیار سپاسگزارم. میگویند زن مظهر زیبایی است و خداوند این موجود لطیف را آفرید تا شوق دیدار او مرد را بر سر ذوق آورد و موجب پیدایش آثار بدیع هنری گردد. بیشک تا شوری در سر نباشد و عشقی پدید نیاید، هنری به وجود نمی آید. این همه زیبایی های مصنوع انسان که دنیای متمدن را جلوه و رونق بخشیده به دست هنرمندانی به وجود آمده است که دلی سرشار از ذوق و اشتیاق داشتند. هنرمندترین نویسندگان و شاعران بهترین آثار هنری خود را در وصف زن نوشته و سرودند. هنرمندان کوشیدند که با آثار پربهای خود بر قلب زن رخنه کنند و او را بر سر مهر و محبت آورند و از شهد لبش کام دل برگیرند و آتش دل بنشانند و هرچه ایام هجران بیشتر و دوران حرمان بیشتر بوده آثاری نقص‌تر و شیداتر پدید آورده است، زیرا همه این بیتابی‌ها برای درک زمان وصل است. وقتی کام روا شدند دیگر شوقی در کار نیست که جلوه ای داشته باشند. اما خود زن که مظهر صنع پروردگار است، آنقدر که به دنبال خدارایی رفته تا دلها را به کمان دارد، کمتر به کسب هنر شتافته تا آثاری از این قبیل باقی گذارد. و شاید به همین جهت است که کتاب روزگار پر از نام مردان هنرمند است. از این گذشته در کشور ما که همواره زن در حجاب میزیسته و از حقوق اجتماعی محروم بوده، کمتر وسیله اظهار وجود داشته است. مثلا اگر موجبات تحصیل برایش فراهم می شده و ذوقی شاعرانه داشته، به گفتن شعر همت گماشته و شاعر شده است. ولی کمتر دیده ایم که در هنرهای دیگر خاصه موسیقی به مقامی رسیده باشد. چه فرا گرفتن آن برای مردان هم خوشنما و عاقلانه نبود، تا چه رسد به زنان که از حیثیت اجتماعی آنها می کاست. آنچه مسلم است، موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبه علمی داشته است. چنانکه کتاب‌هایی تا آن زمان در دست ما می باشد، مانند نوشته‌های فارابی، ابن سینا، صفی‌الدین ارموی، قطب‌الدین شیرازی و عبدالقادر مراغعی. ولی از آن به بعد، نه تنها کتابی در موسیقی نظری نوشته نشده، از لحاظ عملی هم به خاطر مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی، تشویقی از اهل این هنر به عمل نیامده و به تدریج هنرمندان واقعی دل سرد و افسرده شده و کمتر کسی به فرا گرفتن این فن رغبت یافته است. در نتیجه موسیقی ما به دست مردم بی سواد نادان افتاده که از آن استفاده مطربی کردند. به طور مثال هرچند بعضی اوقات کسانی بودند که علاقه‌ای به هنر داشتند
ولی تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد، مخصوصاً از آغاز صفویه که توجه سلاطین بیشتر معطوف به تحکیم پایه‌های استقلال ایران بوده است و از مبانی مذهبی برای انجام نیات خود بهره می‌بردند، در اسلام هم موسیقی را در خور مقامی نمی‌دانستند و حتی آن را حرام می‌دانستند. از این رو این هنر رو به ضعف رفت و تنها چندی در خفا نوازندگی می‌کردند که مورد تکفیر واقع نشوند. در واقع بزرگترین لطمه‌ای بود که به موسیقی ما رسید و جلوی پیشرفت آن را گرفت. ادوارد براون در کتاب خود تاریخ ادبیات ایران می‌نویسد: سلطان ابراهیم میرزا شاعر، صنعتگر، موسیقیدان و خوشنویس بوده و به همین دلیل به دست برادر خودش شاه اسماعیل دوم صفوی کشته شده است. با تمام همه موانع و مشکلات، هنرمندانی بودند که فعالیت‌هایی داشتند و این فعالیت‌ها از 4 قسمت تشکیل شده بود: نوازندگان، مطربان، خوانندگان و رقاصان. بعضی از هنرمندان متاسفانه فراموش شده و اسمی از آنها نیست، چرا که در خفا برای خودشان می‌نواختند. به غیر از چند تن که مؤلف تاریخ آزادی از آنها ذکری به میان آورده. زهره و مینا که از نظر علمی موسیقی بی‌نظیر بودند و با گروه 50 نفره که شامل نوازندگان و رقاصان و گروه تئاتر بود کار می‌کردند. شاهوردی خان و یارشاه هم در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه بودند و یا دلبر، دلپسند، عالیه، خاور، زینب و فاطمه معاصر دوره ناصری که معیرالممالک در کتاب خود از ایشان نام برده است. چند نفر از دخترانی که نام برده شدند در این عکس می‌بینید، به علاوه سلطان خانم که در سمت چپ علی اکبر خان فراهانی هستش با یک روسری سفید، اینها همه شاگردان علی اکبر فراهانی هستند. سلطان خانم اولین ترانه سرای زنی است که در تاریخ از او نام می‌برد. او در دربار ناصرالدین شاه همراه با ستار خود ترانه‌هایش را اجرا می‌کرده تا آنکه صدا و ساز زدن او ممنوع اعلام شود و او به دلیل سرپیچی از حکم ممنوعیتش در دربار مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرد. از او تنها یک ترانه بوتا به جا مانده است که با همین ترانه را گوش می‌کنیم. البته این اجرای جدیدش هست که نمبر 1 پلیز.
مکان فراموشم، مکان فراموشم، سبا زیاره به کوی لیلی، ببر پیامی، ببر پیامی. مکان فراموشم، مکان فراموشم، سبا زیاره به کوی لیلی، ببر پیامی، ببر پیامی. هنرمند دیگری چون زیور سلطان، معروف به اندلیب السلطنه، خواهر سما حضور بود که سنتور می نواخته و صدای خوشی داشته. خانومی به نام قدسی که خوب ضرب می گرفته و محترم کلیمی نوازنده تار و نگار نوازنده ارگ بودند. منور گلین و ماشالله هم شهرتی داشتند. علاوه بر نوازندگان و رقاصان خوش صورت، هنگام اجرای برنامه انواع لباس‌های کردی و بختیاری و چوپانی و عربی و غیره بر تن داشتند که با پارچه‌های زیبا دوخته و به طرزی شایسته یراق‌دوزی می‌کردند. در مورد رقاصان هم مونس را نام می‌برند که خواهرش انیس تصنیف می‌خوانده و دایره می‌زد. همچنین غزل که لباس مردانه می‌پوشید و مرال که بسیار زیبا بوده و این دو در رقص مهارت بسیار داشتند. رقص ها هم انواع مختلف داشت. رقص بازنگ، رقص با گیلاس، معلق زدن و رقص با شمدان و لاله. در میان خوانندگان آن دوره کسانی که حسن صوت داشته و شهرت یافتند و هنرمندانی هم صدای آنها را شنیده و ستوده‌اند، میتوان امیرزاده، زهرای تهرانی و خانم‌هایی به نام مرضیه، آسیه، بلوچ، افتخار و انیس را نام برد. ولی در میان آنها کسی که از همه بهتر می‌خوانده امیرزاده است. شهنازی علی اکبر استاد تار حکایت می‌کرد که آواز رسا و صوت دلانگیز امیرزاده وی را از جعفرآباد شمیران به قصر ملک کشانده. حالا مال ملک آباد یا قصر ملک. و برای اولین بار او را در آنجا دیده و شبی را بالای ایوان قصر تا صبح به نواختن و خواندن گذرانده است و مجلس اونس آنقدر مطلوب و شیرین بوده که بامداد آن شب را کسی طلب نمی کرده است. حکومت هرچه ایجاب می کرد و هر آنچه قوانینش بود، مردم هم می بایست همانطور رفتار کنند. در آن زمان همه زنان در چادر سیاه بودند. متجددین نقاب نازکی به نام پیچه به صورت می زدند و قدیمی ها روبند می بستند که پیچه کوتاه و سیاه و روبند بلند و سفید بوده. آنهایی که روبند می‌زدند شلوار گشاد مچبسته‌ای هم به نام چاقچور به پا می‌کردند. دست اول گاهی لباس خود را اگر خیلی قشنگ بود از زیر چادر نشون می‌دادند. مخصوصاً بعضی از پیچه زن‌ها به قدری مهارت داشتند که هر جای صورتشان زیباتر بود آنجا را نمایش می‌دادند. در موقع گردش و تفریح یک طرف اختصاص به مردان داشت و یک طرف دیگر مخصوص زنان بود. حتی زن و شوهرها هم از هم جدا می‌شدند. اگر نمایشی داده می شد، خانوم ها حق شرکت نداشتند. یک سالن کوچک سینما هم که در تهران بود، فقط مردان حق استفاده از آن را داشتند. مدارس دختران کم بود و فقط بعضی خانواده ها دخترانشان را به مدرسه می فرستادند. هنرمندی را یاد می کنم که با این وضع اجتماعی که گفته شد، کوشش در راه پیشرفت زنان نمود و او هم کسی نیست جز کلونل علی نقی وزیری. او مردی متجدد و روشنفکر بود و میل داشت خانوم ها هم از موسیقی او بهره ببرند. استاد وزیری با مقامات دولتی صحبت نموده و چون او را مرد با اخلاق و مربی خوبی تشخیص داده بودند، اجازه می دهند که او برای خانوم ها هم کلاسی بگذارد. البته خانوم هایی که تربیت شده بودند و نجیب بودند که به نفع این طبقه هم کاری انجام بشه. او برای مدرسه خود دو کلاس باز کرد. کلاس موسیقی که خودش آموزش می‌داد و کلاس نقاشی که به عهده برادرش حسن علی خان بود. کلاس‌ها وقتی تشکیل می‌شد که آقایان آنجا حضور نداشتند. بعضی از دختران در این مدت پیشرفت‌هایی کردند، چنان که در سال‌های آخر حتی استاد یک کنسرت هم به آنها داد. ولی هیچ یک از آنها دنبال تعلیمات موسیقی را نگرفتند و ساز را
متاسفانه کنار گذاشتم. اما در قسمت نقاشی چند نفر از آنها پیشرفت نموده، به طوری که بعد از سالها هنوز نقاشی می‌کشیدند و تابلوهایی از آنها را در منزلشان گذاشته بودند. این کلاس‌ها چند سالی ادامه داشت تا اینکه به تدریج تعطیل شد. خبرها به گوش نامحرمان رسید و آنها مخالفت کردند. کلونل وزیری برای عدم ایجاد دردسر مدرسه را تعطیل کرد. البته ایشون از پا ننشست، بعد از مدتی محل مدرسه تغییر می‌کنه. وزیری در اونجا سالونی ساخت و سینمایی برای خانوم ها هم دایر کرد. اما در اون موقع چون فیلم های سینما صامت بود، کلونل دستور داد یک ارکستر 3 نفری از شاگردان مدرسه در موقع نشان دادن فیلم آهنگ هایی بنوازند. این 3 نوازنده ارکستر 3 نفری سینما بودند. علی ابریشمی، نوازنده تار، جواد معروفی، نوازنده پیانو و عبدالعلی وزیری که ویولونسل اینجا میزنن و ایشون پسرعموی استاد وزیری بودن که ایشون خوانندگی هم میکردن که بعداً یک اشاره خواهم کرد بهش. و اما خانم صدیقه دولت آبادی ساکن اصفهان، این بانو از زنان باسواد متجددی بود که برای آزادی اصفهان بسیار کوشش میکرد و در سال 1297 مطابق با 1918 میلادی روزنامه زبان زنان را انتشار میداد و از جمله کسانی بود که میخواست راه تربیت و ترقی برای خواهرانش که آن زمان در حجاب بودند باز شود تا آنها هم بتوانند دوش به دوش مردان پیشرفت کنند. البته زمینه مساعد نبود و اولیای مذهبی مخالفت می‌کردند، ولی او از پا نمی‌نشست و به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد. آرزوهای او آن روزها برآورده نشد. و بعدها در سال 1313، یعنی 1934 میلادی، جامعه عمل پوشید و زنان از چادر بیرون آمدند. تقریباً در همین سال‌ها، یعنی از 1305 تا 1320، با 1926 تا 1941 میلادی، دو خواننده خیلی خوب شناخته می شوند و به اصطلاح جلوه می کنند که اولین و به حق بزرگترین خواننده آن زمان، همطور که دکتر عباس میلانی صبح اشاره کردن، قمرالملوک وزیری بوده است. در سال 1284 طبق با 1905 میلادی به دنیا می آید و از 18 ماهگی زیر دست مادر بزرگش خیرالنسا افتخار و زاکرین پرورش پیدا می کند. مادر بزرگ او زنی مغنی و مرثیه خان بوده است. قمر هم در مجالس با وی همخوانی می کرده است. همین امر راهگشای هنری او در مراحل خوانندگیش در بزرگسالی می شود. قمر در 16 سالگی، گرچه هیچ تعلیم خوانندگی هم نداشت، شهرت محلی پیدا می کند. ولی متاسفانه در همان زمان مادر بزرگ او فوت می کند. چیزی نمی گذرد که مردی هنردوست، ثروتمند و گشاده دست به نام بحرینی به حمایت قمر می آید و در محفلی وی را به مرتضا نیداوود معرفی می کند. مرتضا نیداوود می گفت قمر استعداد خیلی عالی داشت. خیلی عالی. قمر قدرت و ظرافت صدا را هر دو با هم داشت. مرتضا نیداوود هم آهنگساز بودیشون و هم تار می نواخت. اگر که یک تکه از آوازها و تحریرهای این خانم قمر رو گوش بکنیم. نمبر 2 پلیز. Thank you.
آشنایی او با امیر جاهد نقطه عطفی در حیات هنری قمر محسوب می شود. امیر جاهد بسیاری از آهنگ‌ها و تصنیف‌های او را ساخته است. امیر جاهد می گوید قمر زنی شجاع و بسیار خوش‌قریحه بود. قدرت حنجره او را در هیچ کسی ندیدم. کمپانی پولیفون شنیده بود که قمر آواز دلانگیزی دارد. این بود که خواست صفحاتی از او تکثیر کند. کمپانی مذکور برای هر صفحهش یک آواز و یک تصنیف می‌خواست. قمر خود از آواز سرشار بود. بنابراین من تصنیف برایش می‌ساختم و او به درستی آنها را می‌فهمید و بدون هیچ اشکالی آن را اجرا می‌کرد. یک چنین استواری را من در کسی ندیدم. یک قطعه از آهنگ‌های امیر جاهد که اولین آهنگ‌هایی هست که برای قمر ساخته رو گوش می‌کنیم. Number 3 please. قمر در اولین کنسرتی که داد به کلانتری جلب شد و به او تاکید کردند و التزام گرفتند که بی حجاب ظاهر نشود و بدون اجازه شهربانی صفحه‌ای ضبط نکند. یک کنسرت خیلی پرموفقیتی داشت ایشون در گرند هتل تهران که صفحه بسیار طولانی هم برای گرفتن بلیتش داشت. اواید کنسرت‌های خود را برای امور خیریه بخشید و از مال دنیا چیزی ذخیره نکرد و هنر خود را کافی می‌دانست. با تأسیس رادیو در سال 1340 میلادی، قمر نیز در برنامه‌های زنده رادیویی آن موقع هم شرکت می‌کرد. یک سال بعد رادیو دارای آرشیو ضبط نوار شد. بیش از هر خواننده با رادیو همکاری داشت و نوارهایی که ضبط کردند شاهکار آواز ایران بود. قمر در اثر ناسازگاری، بیقراری و بیقیدی رادیو سکته کرد و دیگر نتوانست به خوبی بخواند. رادیو کلیه نوارهای او را پاک کرد. پس از سکته اول حدود 1331-1952 میلادی، در حالی که دیگر نمیتوانست بخواند و شفافیت صدایش را از دست داده بود و دیگر نمیتوانست آن تحریرهای زیبا و یک نقش را ارائه دهد، او را به رادیو آوردند و یکی دو نوار برای خالی نبودن عریضه ضبط کردند. که بعد بگویم یکی از آنها آواز افشاری بود که اسماعیل کمالی شاگرد نی داوود با تار خود او را همراهی کرد و به مدت 25 دقیقه اجرا شد. در همان زمان رادیوی ایران برایش حقوقی معین می‌کند که متأسفانه هیچ وقت به موقع به قمر پرداخت نشد. در مراسم تشییع جنازه او هیچ کدام از هنرمندان شرکت نکردند. در صورتی که قبل از مرگش از محبوبیت او همچنان سوء استفاده می‌کردند و به عنوان کمک به او دروغ می‌گفتند، ولی قمر به روی خود نمی‌آورد. تنها هنرمندی که در مراسم او شرکت داشت کسی نبود جز مرتضی نی داوود باوفا.
جنازه او را چند مسجد راه ندادند و عذرش را خواستند. قمر به قمرالملوک وزیری معروف هست. اون هم به دلیل اینکه کلونل وزیری مایه سربلندی و افتخارش بوده، با اجازه خود کلونل نام فامیلیش رو وزیری می نامه. دومین خواننده بتول عباسی معروف به روحنگیز. در سال 1283-1904 میلادی در شیراز متولد شد. او کارش را از سال 1307-1928 پس از آشنایی و ازدواج با حسین سنجری، شاگرد و همکار کلونل وزیری، آغاز کرد. پس از پیشرفت وی، کلونل وزیری نام او را روحنگیز گذاشت. به گفته روح الله خالقی، آهنگ‌های وزیری یا توسط خودش خوانده می‌شد یا عبدالعلی وزیری آنها را می‌خواند، همون پسرعمو که تو عکس ویولونسل می‌زد. کلونل وزیری مایل بود که خواننده زنی تربیت شود تا بتواند بعضی از قطعه‌ها را بخواند. حسین سنجری با معرفی روحنگیز به تربیت او پرداخت و او همکاری خود را با وزیری آغاز کرد. روحنگیز از اولین خوانندگانی است که در قطعه‌های دو صدایی آواز ایرانی که به ابتکار کلونل وزیری ساخته شد شرکت کرد. همچنین از اولین خوانندگانی محسوب می‌شود که قطعه‌ای برای کودکان خوانده است. ایشون صدای بسیار ریزی داشتند. او از آغاز تأسیس رادیو در سال 1940 میلادی همکاری داشت و همراه تار مرتضی نیدابود، پیانوی محجوبی و پس از آن گروه همنوازی سرخوش برنامه‌های اجرا کرد. یک قطعه از موسیقی از ایشون یه قسمتیش رو گوش میکنیم که آهنگ معروف ای وطن، نمبر 4 پلیز. در آخر مجبور شد که به خاطر امرار معاش به قول معروف خوانندگی را به صورت مطربی انجام دهد و در جشن‌ها و عروسی‌ها بخواند. روحنگیز معتقد بود که چون هنرمند متعلق به جامعه است و پیشرفت هنر بستگی به میزان شعور اجتماعی دارد، وظیفه اجتماع است که از هیچ گونه مساعدتی در راه اطلاع این هنر دریغ نکند. در اینجا ملوک زرابی رو به شما معرفی میکنم. ایشون نزد اقبال و سلطان در خفا آواز خواندن رو یاد گرفت. اقبال و سلطان خواننده بسیار معروف و از خادمین موسیقی ایران بود. او در همسایگی ملوک زرابی بود و هر وقت صدای آواز او بلند میشد، همسایه او یعنی ملوک زرابی با آواز جواب او را میداد. وی پیشنهاد میکند که ملوک به منزل او برود تا آواز خواندن را از وی فرا گیرد. ملوک زرابی چون خانواده متدینی داشت، اول قبول نمی کند تا اینکه مدتی می گذرد و او با خواهرانش این مسئله را مطرح کرده و مشورت می کند. خواهرانش او را تشویق می کند که این مسئله را جدی بگیرد. او هم همین کار را می کند و در خفا نزد اقبال و سلطان آواز را می آموزد. وقتی که پیشرفته می شود، خوانندگیش را نمایان می کند. یک قسمت کوتاهی رو میشنویم. نمبر 5 پلیز.
آخرین صفحه‌اش را به نام عاشقم پر کرد و خیلی دوست می‌داشت که آن را در دسترس مردم قرار بده. پدرش حاج حسین فرش‌فروش بسیار متأسف بود و وقتی متوجه شده بود که ملوک دخترش دست به چنین کاری زده، می‌خواست او را به جرم گناه معدوم کنه. ملوک زرابی از ردیف‌های موسیقی اطلاعاتی نداشت و اجراها و برنامه‌های او چون فقط به صرف خواندن نبود، بلکه تنبک هم می نواخت که ایشون تنبک رو نزد حاجی خان نین الدوله یاد گرفت و احیاناً لطیفه هم تعریف می کرد، از این رو در برنامه های خاصی هم دعوت می شد، مثلا در کاخ گلستان و در جشن ها و برنامه های درباری. او طبع و نظر بالایی داشت، به طوری که علاقه من بود اسمش در ردیف سبا، قمر و سایر اساتید بزرگ موسیقی ذکر شود. یک قطعه ویدئویی از ایشون می بینیم با همراه پیانوی آقای انوشیروان روحانی که ایشون خودشون هم ملوک زرابی تنبک میزنن و میخونن. نمبر 6 چشمونت مرا کش آخیان نازنین گل من آخیان نازنین گل من همین وعده دهی امروز و فردا آخیان نازنین گل من آخیان نازنین گل من همین امروز و فردا یاد مرا کش آخ جان نازنین گل من آخ جان نازنین گل من. در این بین زنانی هم بودند که از لحاظ نوازندگی و تعلیم نواختن ساز فعالیت‌هایی داشتند و به درجه استادی رسیدند. در اینجا دو خواهران ملوک خانم و مولود خانم را نام می‌برم که جزو زنان فعال به شمار می‌آمدند. آنها نزد پدر خود میرزا عبدالله، پایه‌گذار موسیقی ردیف ایران، نواختن تار و ستار را یاد گرفته بودند و شاگردانی هم داشتند. ملوک خانم بعد از مرگ پدرش که بیشتر وارد بوده به ردیف‌های پدر، برادر خود را به روش پدر تعلیم داد و برادرش کسی جز استاد احمد عبادی نیست که نوازنده برجسته ستار می باشد. دوره قاجار و پهلوی سالیان رشد موسیقی ایران و ظهور هنرمندانی است که نسل کنونی موسیقی ایرانی مدیون آنهاست. در دوره درخشش موسیقی اصیل ایرانی خوانندگان زن بسیاری ظهور کرده و خوش درخشیدند که در دوره قاجار و پهلوی در سطح اول آواز موسیقی ایرانی فعالیت می نمودند. در اینجا عکس‌هایی از خوانندگان ایرانی رو می بینید که اغلب آنها آواز و تصنیف ایرانی می خواندند. در ردیف بالا دومین عکس از راست خانم فرح عافیت‌پور رو می بینید. ایشون در هنرستان عالی موسیقی ایران و دانشگاه موسیقی ایتالیا تحصیلات خودشون رو در رشته آواز اپرا به پایان رسوندند و در حرفه خود بسیار فعال و موفق بودند. جالب اینجاست که ایشون شهرت خودشون رو در خواندن چند آهنگ ایرانی میدونن. توضیحی درباره مجلات موسیقی و موضوعات آن در مورد زنان. مجله موزیک ایران از سال 1330 مطابق 1951 میلادی شروع شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول بهمن هیربود بود. تحت نظر هیئت تحریریه سردبیرانش عبدالحمید اشراق و علی محمد رشیدی در سال 1338 بودند. این مجله مطالب بسیاری را در مورد فعالیت‌های زنان و همچنان مطالبی درباره زنان خارجی و ایرانی که چطور
به موسیقی گرایش پیدا می‌کردند به تحریر در می‌آورد. همراه با عکس‌های زنان هنرمندی که معروف بودند و اعلان کنسرت‌های آنها می‌شد و به عنوان شاگرد‌های ممتاز موسیقی و یا دانشجویانی که در مسابقات موسیقی برنده شدند را معرفی می‌کرد. به طور کل وقتی مجله را ورق می‌زدم فعالیت و توانایی‌های زنان در کنار مردان هنرمند دیده می‌شد که به احتمال زیاد باعث تشویق بسیاری از خانم‌ها بوده است. با هم چند تا عکس می‌بینیم. در اینجا پیانیست و استاد سبا با دخترشون، خانم منیره وکیلی و خانم سرکیسیان که در یک جلد از کتاب آگهی کنسرتشون بوده و در جلد بعدی گزارش کنسرت. آگهی ها همه با عکس های خانوم ها و برای خانوم ها، کلاس تار و آواز مخصوص بانوان. یکی از مطالب مجله موزیک در مورد موسیقی و خانه‌داری در این مجله آمده بود. داستان مادری که با داشتن یک پیانوی قدیمی در منزل در حالی که برای دخترانش ترتیب کلاس پیانو را می‌دهد و معلم سرخانه می‌گیرد، خود نیز با تهیه خودآموز پیانو شروع به یادگیری می‌کند و هر از چندی مشکلات خود را از معلم پیانوی دخترانش می‌پرسد. پشت کار این زن به جایی می‌رسد که او خود به دخترانش کمک می‌کرد. او می‌گفت رفته رفته در اثر معجزه آسای موسیقی نیروی تازه و تردماغی به خصوصی در من فراهم آمد که موجبات راحتی سایر اعضای خانواده از ترتیب در کار و امور منزل شد. من این پند را به خانم‌های خانه‌دار می‌دهم که برای رفع خستگی کار روزانه و نشاط هیچ مشغولیتی بهتر از موسیقی نیست. این هنر معجزه آسا را تا می توانید یاد بگیرید و مطمئن باشید که برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. در همان مجله در سال 1355-1956 میلادی ارکستر زنان آمریکایی را معرفی می کنه که با 25 نفر در سال 1269-1890 با عنوان ارکستر سمفونی زنان لس آنجلس شروع می کنند و بعدها به 50 نفر رسیده و با ارکستر سمفونی زنان کالیفرنیا مشهور می شوند. در سال 1936-1957 میلادی یک سری خانوم هایی بودند که از هنرستان ملی فارغ التحصیل شده بودند و به نوازندگی در ارکستر و یا به تدریس مشغول کار می شوند. در همون سال وزارت فرهنگ و هنر تأسیس می شود و ارکسترهای مختلفی تشکیل می دهد که برنامه های متعددی در رادیو و تلویزیون با خوانندگانی مثل خاطره پروانه، پریوش، افسانه اجرا می کردند. در سال نه هنوز نه در سال 1336 مطابق با در سال 1337 مطابق با 1958 میلادی ارکستر بانوان را هم تشکیل دادند که شروع آن به سرپرستی آقای فروتنراد بود و بعد از او به ترتیب آقای پورتراب، خانم سیمین و خانم زرین پنجه سرپرستی ارکستر را به عهده داشتند. در سال 1948-1968 میلادی خانم اوفلیا پرتو نوازنده پیانو سرپرستی این گروه رو به عهده میگیرن که به مدت 10 سال به طول می انجامه و اوج موفقیت این گروه در همین 10 سال بود که به سفرهای مختلفه در داخل و خارج ایران می رفتن و در رادیو و تلویزیون به طور رسمی و ارکستر شناخته شده برنامه های متعددی اجرا می کردن. خوانندگانی که در این 10 سال با ارکستر بانوان همکاری کردند، خانم های افسانه، پریوش، خاطره پروانه و همینطور با آقایان طهوری و تورج و در سفر به افغانستان با خانم پریسا بودند. نمبر 7 پلیز.
قضا بنهاده ای، کاروان گم کرده ای، دل بر قضا بنهاده ای. دل به دست آرزوها داده ای، در بیابانی به دنبال سراب افتاده ای، قطره لرزان اشکی مانده بر مژگان، برگی زردی تن به باد مهرگانی دادی، برگی زردی تن به باد مهرگانی دادی. روحشون شاد خانم خاطره پروانه بودن. خانم در همین دوران خوانندگان فراوانی فعالیت داشتند. همونطور که می‌بینین خانم الهه، دلکش، مرضیه، مهستی، خانم همیرا، خانم اهدیه، سیما بینا، خانم پریسا، هنگامه اخوان و خانم پری ملکی هم بودن، البته عکسشون اینجاست. بعضی از آنها به تصنیف و ترانه‌خوانی ادامه دادند و بعضی ها هم به موسیقی فیلم و پاپ گرویدند. در سالهای بعد، خانومهای پریسا، سیما بینا، هنگامه اخوان و پری ملکی فعالیت‌های هنری خود را به طور جدی در زمینه آواز ایرانی ادامه دادند که البته سیما بینا بیشتر تحقیق و فعالیت خودش را در آهنگهای محلی کرد. در سال 1357 مطابق با 1978 میلادی، همزمان با شروع انقلاب، کم کم اجرای موسیقی کمتر شد و خوانندگی خانم‌ها برای عموم منع شد و فقط برای مجمع زنان مجاز بود. از سال 1376 تا 1384، 1997 تا 2005 در دو جشنواره در سال می توانستند شرکت کنند: سالگرد انقلاب و فستیوال بانوان، یعنی همون تولد حضرت فاطمه زهرا، که هنوز هم همون حالت است. در سال 1381-2002 میلادی، مجله هنر موسیقی به مناسبت روز زن ویژه بانوان را چاپ کرد که با هم ورقی میزنیم و با چند تن از هنرمندان و نظراتشون آشنا میشیم. مژگان زرین نقش، مدیر اجرایی و روابط عمومی، میگوید احساس در وجود بانوان افزون بر آقایان است و از آنجایی که امور هنری به طور مستقیم با احساس افراد سر و کار دارد، می توان نتیجه گرفت که زنان ارتباط بیشتری با این حرفه برقرار می کنند. البته باید در نظر داشت در این امر همواره در طول تاریخ، به خصوص در کشور ما، زنان با مشکلات و موانع زیادی روبرو بودند و نتوانستند آنچنان که باید و شاید از استعدادهای خود استفاده کنند، ولی با وجود تمام محدودیت‌ها سعی کردند در متن جامعه و در راستای علایق خود قدم بردارند. عرفه عطرایی، نوازنده سنتور، می‌گوید موسیقی بانوان نقش مظلوم این هنر را بازی می‌کند که سال‌های سختی را می‌گذراند. خانم عطرایی در واقع زمان بازنشستگی را می‌گذرانند. از سال 1360 یعنی 1981 میلادی تا به حال شروع به نوشتن چندین کتاب کردند که آخرین اون سرگذشت استاد فرامرز پایور بود که در دی ماه 1189 دسامبر 2010 میلادی در دسترس همگان قرار گرفت. خانم اوفلیا پرتو، نوازنده پیانو،
او در جشنواره ها و فستیوال بانوان شرکت می کرد. کنسرت های بسیاری با خانم خاطره پروانه خواننده و نوشین عقیقی نوازنده دف اجرا کرد که پس از مرگ خاطره پروانه تصمیم می گیرند که فقط به کار تدریس ادامه بدهند. مهربان و توفیق، کارشناسی در رشته موسیقی، دریافت بورس به فرانسه، اخذ فوق لیسانس در فرانسه، تدریس ستار در انستیتو موزیکولوژی دانشگاه سوربن در سال 1145-1966 میلادی در وزارت فرهنگ هنر استخدام شده و به تدریس علوم موسیقی در هنرستان عالی موسیقی مشغول شد. معلمین به نامی داشته ایشون استادان ابراهیمی، زرین پنجه، نورعلی برومند، احمد عبادی و سعید هرمزی. پیام ایشان برای بانوان هنرمند: برای کاری که می کنند ارزش زیادی قائل باشند و همچنین عمیق باشند. علاقه‌مندی و پشتکار و به نظر من معلم خوب داشتن بسیار در پیشرفت مؤثر است و قدر معلم خوب را باید بدانند. خانم پریوش، خواننده وزارت فرهنگ و هنر، میگوید: ما از اساتید آن زمان بیش از هر چیز انسان بودن را آموختیم. هنرمند خیلی زحمت میکشد و در واقع عمر و زندگیش را روی هنرش میگذارد و چه خوب است که این هنرش که هنرش با انسانیت عجین باشد. پروین صالح، نوازنده ویولون و قیچک که همسر استاد هوشنگ ظریف نوازنده تار هستند، ایشون در ارکستر پایور و بانوان فعالیت داشتند و میگوید: موسیقی برای همه لازم است، فرق نمی کند چه زن چه مرد. البته اگر فرصتی برای بانوان در این زمینه بماند چه بهتر که به این هنر بپردازند، زیرا موسیقی به انسان روحیه می دهد. به خانم های مبتدی توصیه می کنم که تمرین بیشتر را سر لوحه فکر و عمل خود قرار دهند، چون فقط با تمرین به موقع امکان پیشرفت به دست می آید. خانم افسانه، خواننده، همسر حسین ملک، پیامی برای بانوان و جوانانی که در راه موسیقی قدم برمی دارند می گوید: در مرحله اول باید عشق به این کار داشته باشند، یعنی هنر را عاشقانه دوست داشته باشند و فقط یاد بگیرند و دومی که کار کنند. سوسن اصلانی، نوازنده سنتور، او هم از خانم‌هایی است که با تمام مشکلات اجتماعی خانه و زندگی کارش را کنار نگذاشت. در سال 1964-1985 میلادی نخستین برنامه خود را به مناسبت سالگرد فوت استاد کریمی، معلم آواز، اجرا نمود و بعد از آن همچنین کنسرت‌های متعددی در تالارهای مختلف به اجرا گذاشت. بعد از انقلاب گروه موسیقی بانوان را تشکیل داد. ایشون هم همسر آقای حسین دهلوی هستند، موسیقیدان، آهنگساز. قشنگ کامکار نزد پدرش حسن کامکار ویولون را فرا گرفت. تا سن 14 سالگی در گروه به همراه پدر و برادران ویولون می نواخته و خوانندگی می کرده است. بعد از آن علاقه‌مند به ساز ستار شد و نزد محمد رضا لطفی و حسین علیزاده آن را فرا گرفت. با گروه کامکارها و دستان همکاری داشت. از آنها می خواهم که درست انتخاب کنند و پس از ورود به این عرصه دل سرد نشوند و ادامه دهند. این پیام ایشون بود. و خانم ملیحه سعیدی، فارغ التحصیل هنرستان ملی و تحصیل کرده رشته موسیقی در دانشگاه تهران، ایشان نزد مهدی مفتاح قانون را فرا گرفت. آهنگساز و نوازنده قانون، مدیر هنرستان دختران بوده است و همینطور سرپرست گروه نیریز. تحقیقات در مورد ساز قانون کرده و کتابی تحت عنوان آموزش ساز قانون نوشته است. نوارهای متعددی تهیه کرده و ردیف میرزا عبدالله را برای ساز قانون به انتشار رساند و همینطور به همراه گروه نیریز در داخل و خارج کشور کنسرت هایی برپا کرد. البته هنرمند بسیار زیادی، هنرمندان خیلی زیادند که حتما من خیلی اسم نبردم، دیگه جا نداشت نمیشد. و همینطور هنرمندان جوان که در حال حاضر در ایران فعال هستند، امیدوارم که در آینده هم بشه از تجربیات و فعالیت‌های این عزیزان یادی بشه. هنرمندانی هم هستن که در خارج از ایران در فعالیت میباشن. در این گزارش البته من هدف اصلی هنرمندان ساکن ایران بودم. من هم با نظرات این خانم‌های هنرمند کاملا موافق هستم. ما میدونیم که زن در حال حاضر از هر فرهنگ، نژاد و ملیت هنوز هم شامل تبعیضاتی میشه که البته به نسبت کمتر شده و به طور کلی شدت و ضعف داره.
البته باید به این موضوع واقف باشیم که ما زنان هم قادر هستیم برای پیشرفت خود به خودمان کمک کنیم و مد نظرمون باشه که ما نقش بزرگی در پرورش موسیقی برای بچه‌هایمان داریم. یکی از بد به نطفه با تپش قلب، از اواخر 6 ماهگی با تشخیص صدای مادر و بعد از تولد لالایی ها، شعر ها و همچنین داستان های قافیه دار که نقش بزرگی رو بازی میکنه و نباید اونها رو نادیده گرفت. همینطور میدونید که حضرت عبدالبها در الواح خودشون موسیقی رو به 3 مورد معرفی کردند: علم، فن و هنر. و یکی از فرمایشات ایشون برای زنان این هست که میفرمایند زنان باید استعداد خود را در علوم و فنون پرورش بدهند که پا به پای مردان پیشرفت خودشان را نشان دهند و وقتی این استعدادها در عمل خودش را نشان دهد دیگر جای حرفی نیست. ممنون از توجهتون.